سلام، تو اینجا میخوایم در خصوص تابع ویلوکاپ با هم صحبت کنیم. همونطور که میدونیم تابع ویلوکاپ جزء توابع جستجوگر توی اکسل هستش. یعنی چی؟ یعنی بر اساس یک مقداری میره توی یک جایی جدولی میگرده و مقدار هم ارز اون رو برمیگردونه واسه ما، که این تابع توی قسمت فرمول ها توی قسمت لوکاپ اند رفرنس میتونه پیدا بشه، که اینجا ما اچ لوکاپ داریم و ویلوکاپ. خب حالا اینجا ما میایم با هم یه مثالی رو حل میکنیم که تابع ویلوکاپ رو بتونیم با هم دیگه خیلی خوب درک کنیم. خب تو اینجا ما یک جدولی رو داریم که تو این جدول از اسم کوچیک افراد، اسم خانوادگی، سن و تخصص اونا قرار داده شده. ما میخوایم با استفاده از اسم کوچیک بتونیم بقیه مقادیر رو اینجا بیاریم و نشون بدیم. واسه زمانهای خوبیه که مثلا من یه پیج دیگه‌ای دارم، مثلا یه شیت دیگه‌ای دارم، میخوام اسم کوچیک رو بزنم اینجا و بر اساس این اسم کوچیک مثلا اسم خانوادگی اون بیادش، یا حالا تو هر جای دیگه ما اینا رو تو یک شیت الان نشون میدیم. خب میایم از تابع ویلوکاپ استفاده میکنیم. تابع ویلوکاپ 4 تا آرگومنت داره. خیلی باید دقت بکنیم چون حساسیت به خصوصی توی وارد کردن این ورودی ها واسه تابع وجود داره. اولین ورودی اون میگه لوکاپ ولیو، یعنی اینکه من بیام بر اساس چه مقداری جستجوم رو انجام بدم. یعنی من میخوام بر اساس اسم کوچیک بیاد اسم بزرگ رو پیدا بکنه دیگه. پس لوکاپ ولیو من اون چیزی هستش که میخوام برم و بگردم و بر اساس اون مابقی آیتم ها رو بیارم. خب من میخوام بر اساس اسم کوچیک بره تو جدول من بگرده و اسم بزرگ رو بریاره. بعدی تیبل اری هستش. تیبل اری به تو میگه که آقا باید یه دونه جدول به من بدی. جدولی که داری بهش میدی باید توجه کنی که این لوکاپ ولی اون حتما در ستون اول باید وجود داشته باشه. پس این توجه رو بکنید که الان اینجا فرمول ما میاد میگه آقا وقتی که تو داری تا جدول تو به من میدی حواست باشه که این مقدار G2 که آرمین هستش باید حتما توی این ستون اول وجود داشته باشه. اگر وجود نداشته باشه، مثلا اگر اینجا آرمین بودش، نمیاد این رو پیدا بکنه که تو ستون دوم هستش. فقط و فقط ستون اول اهمیت داره. خب پس میایم اول جدولمون رو اینجا انتخاب میکنیم. کل جدول رو میتونیم به راحتی انتخاب بکنیم. میگه جدول مثلا از A1 تا D7 کل جدول. پس میاد این G2ی که اینجا آرمین بوده رو توی ستون A سرچ میکنه و حالا میگه آقا توی این جدول کدوم ستون رو بر اساس اون میخوای برگردونی. اینجا فرض میکنم مثلا من فامیلی نیم یا نام خانوادگی اون رو میخوام برگردونم دیگه. پس میشه اولین ستون که خودشه نه، دومی رو واسه من برگردون. اینجا هم باید این توجه رو بکنیم که اینجا که من اسم آرمین رو داشتم، اینجا اسم آرمین رو داشتم، میاد میگه لوکاپ ولیو من که G2 هستش، بیا توی این جدول ستون اولش اینجا سرچش کن، وقتی که پیداش کردی که گفتی این هستش، دومین ستون، ستون 1، ستون 2، ستون 3 و ستون 4 هستش، دومین ستون رو واسه من برگردون به عنوان خروجی تابه. خب یه ورودی دیگه هنوز داره. اون ورودی چیه؟ این ورودی میگه تو سرچت رو بر اساس مثلا تقریبی میخوای انجام بدی، یعنی اگه حدوداً هم شبیش بود برگردونم با صد، یا نه دقیقاً باشه. اگر ترو باشه میگه یه جورایی تقریبی میره جلو. حالا اینجا بیشتر توضیح داده که چطور تقریبی میره جلو. ولی اگر فالز باشه که من اینجا فالز میذارم، دقیق برگردون، فقط اونی که آرمین هست. حالا اگر دو تا آرمین داشتیم چی کار میکنه؟ اولی رو برمیگردونه. پس من اینجا الان اوکی میکنم، میبینیم کشاورزی رو برگردون. فرض کنیم من اینجا یه به جای آرش دوباره آرمین داشتم، خسروی رو بر نمیگردونه، همون کشاورزی رو برمیگردونه که اولی هستش. پس میاد الان آرمین رو تو ستون A سرچ میکنه، اینجا پیداش کرد، دومین ستون از جدول که کشاورزی هست رو برمیگردونه. خب من اینو تغییر میدم با آرش. پس اینجا اگر من اسم مثلا یاسی رو بنویسم، کاووسی که فامیلی اون هستش رو به من برمیگردونه. حالا اگر بخوام
سن رو برگردونه باید چی کار کنم؟ دقیقا همین نوشتار هستش میتونم استفاده بکنم. به جای اینکه بگم آقا دومین ستون از این جدول رو برگردون، بهش میگم سومی رو برگردون. خب حالا بیاییم مثلا اینجا تخصص رو بخوایم برگردونیم. ببینید توی جدول من نکته ای که هست الان تخصص توی چهارمین ستون هست، من این رو بذارم چهار، خب برمیگردونه. ولی یه اشتباهی رو خیلی انجام میدن، میان میگن آقا من نمیتونم جدولم رو اینطوری تعریف بکنم که این و این هستش و اینطوری بخواد برگردونه. نه نمیشه، حتما باید جدول پیوسته باشه و به صورت پیوسته اون جدول رو انتخاب کرده باشیم و این پیوستگی وجود داشته باشه. حالا یه نکته دیگه، من اگر بخوام بیام اینجا برفرض به جای اینکه جدولم رو از اول انتخاب بکنم بیام اینجا فقط این قسمت رو انتخاب کنم یا فقط اسپشیالیتی رو انتخاب بکنم چی پیدا میکنه؟ نه، به خاطر اینکه باید حتما این اسمی که داره جستجو میکنه اولین ستون باشه. این یکی از مسائلی است که خیلی ها شاید اشتباه بگیرن و اشتباه انجام بدن. فرض کنیم مثلا من اینجا نیم رو توی ستون آخر داشته باشم، حالا بیام مثلا اینجا جدولم رو تعریف بکنم، میخوام الان تخصص رو برگردونم بر اساس نیم، بیام اینجا اینا رو انتخاب بکنم یا بیام مثلا اصلا اینطوری انتخاب بکنم، بعد اگر اوکی رو بذارم میبینیم باز هم انعینده. پس این غلطه، حتما حتما باید جدول شما اونی که میخواد جستجو بکنه حاوی اولین ستون باشه، یعنی اینجا رو میاد سرچ میکنه. اگر اینجا یاسی وجود نداشته باشه چیزی رو بر نمیگرده، NA یعنی هیچی پیدا نشد رو بر میگرده. حالا بیاییم بگیم آقا من میخوام اسپشیالیت رو بر اساس اسم خانوادگی پیدا کنم، اون وقت چطور؟ به جای اینکه من اسم کوچیک رو انتر بکنم باید اسم خانوادگی رو انتخاب بکنم و الان دیگه جدول من از ابتدای اون از اینجا نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که فامیلی نیم توی اولین ستون این جدولی که انتخاب شده قرار نداره. اگر این رو اینتر کنم باز هم نیم میگیرم، اون وقت جدول من باید حتما چون میخوام حاوی فامیلی نیم باشه اولین ستون از اینجا انتخاب بشه، دیگه این جدوله. و اینجا الان ویلوکاپ میاد اینطوری در نظر میگیره که این فامیلی نیم دیگه ستون اوله، دیگه این فرست نیم رو اصلا نمیشناسه انگار، این میشه اولین ستون، این میشه دومی و این میشه سومی. و اگر من اینجا بخوام تابم رو بنویسم دیگه چهارمین ستون این جدول نیست، سومی هست که باید برگردونه و اینتر بکنم پروسس انجینیرینگ رو برمیگردونه. خب ولی دیگه اینجا اگر من اسم یاسی رو تغییر میدم و مثلا به الکس، اینجا مورگان رو پیدا میکنه چون فامیلی نیم هست و بر اساس فامیلی نیم مورگان میاد تخصصش رو برمیگردونه. خب این تمام نکاتی بود که باید در خصوص تابع ویلوکاپ می‌دونستیم. تابع ویلوکاپ یکی از پر استفاده ترین توابع اکسل هستش، اما یه تابع خیلی سنگینیه، یعنی اگر شما حجم اطلاعاتی خیلی زیادی داشته باشین و تعداد خیلی زیادی تابع ویلوکاپ استفاده بکنین اکسلتون رو سنگین میکنه. یکی از راهکارهای دیگه واسه اینکه یه چنین عملکردی رو تو اکسل داشته باشیم استفاده از تابع ترکیبی مچ ایندکس که خیلی تابع بسیار عالی هست. اول مچ میکنیم و بعد ایندکسش میکنیم که تو جلسات بعد در خصوصش توضیح خواهیم داد. ممنون از توجهی که داشتین، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.